سلام دوستان، امروز در مورد این شخص روانی سایکو میخواییم با تون صحبت کنیم و برنامه طولانی داریم و میدونم برنامه یه که شما خیلی دوستش خواهید داشت چون خیلی عجیبه. یه فایتر کاملا روانی و دیوانهی که فایتاشو با هم امروز بررسی میکنیم، کلی از قسمتاشو میذاریم و نشون میدیم کجاها دستگیرش کردن، کجاها فرار کرده، چه کارهایی انجام داده، چه کسایی برده. نگاهش کنید، داتسیک، فایتری به نام داتسیک هست، روسیه، هرسیه وحشتناک، میرخصید، کارهای عجیب غریب میکرد، یهو شروع میکرد حمله کردن به حریف، یه جاهایی میرخصید دوباره فرار میکرد. قدرت زیادی داشت ضرباتش، ولی تکنیکاش کلن همینطوری بندازی بود دیگه، ول بده. نگاه کن اینجا داره میرخصه، یهو ضربه میزنه. تو گل تمرین میکرد، تو رودخونه ها تمرین میکرد، چندین بار گرفتنش، چندین بار زندان رفته، تیمارستان رفته، از تیمارستان فرار کرده. کلش امروز بررسی میکنیم، با هم براتون نشون میدم. بوکس خوبی داشت، کیک بوکسش هم خوب بود، تو ام ام ای هم شرکت میکرد، دعوای خیابونی خیلی زیادی هم میکرد. این الانشه که توپل شده و شاه و 150 کیلو هم هست. قبلا نگاه کنید چجوری یهو پشتک میزد، با لگد میزد به سر حریف. بیشتر باختاش دیسکوالیفای شده، محروم شده باخته، چون غیر قانونی ضربه میزده. نگاه کنید چه با مش زد، کیو ناک اوت کرد. باورتون نمیشه، آندره اولوفسکی رو، یکی از بهترین فایترهای یو اف سی رو ناک اوت کرد. حالا جلوتر مبارزه کاملش رو براتون میذاریم. می ادا اصول در میاره، مثلا ناک اوت شده در صورتی که اون زدن. نگاه کن، دیوونه بود، بعد اصلا گوش نمیکرد حرف. باش مصاحبه میکردن میگفت داد میزد، حرف نمیتونست بزنه. اینم زدیم اینجا، ببینید داور داره میزنتش. داور دیگه، داور رو بلند میکنه پرت میکنه بیرون، داور رو میندازه بیرون. اینقدر روانی بود و افکار نجات پرستانه داشت، یه جورایی شبیه این بارنت، این یکی فایتر، اینم دیوونه است، اینم خوله، ولی خیلی خولتر از اینه، خیلی خورتر از اینه. امروز کلی در موردش صحبت میکنیم. نگاه کنید مثلا فایترین دیگر داشته حرکت رو نکنیم اصلا نداریم ما همچین چیزایی. پلیس میگرفتش، پلیس گارد ویژه میگرفتنش، میمد بای بای میکرد، بعضی وقتا پلیس ها رو میزد. تو نروژ دستگیرش کردن به خاطر اینکه اسلحه پیدا کردن کلی تو خونش، کارای عجیب غریبی که میخواسته انجام بده، هیچ وقت نگفته چه کاری، ولی خب ممنوع بوده حمله اسلحه. بعد تو تیمارستان، تو اون قسمتی که نگهش میداشتن که حالت فنس داشت، فنس رو پاره کرد، فرار کرده بود، جان باش مصاحبه میکردن، بعد و بیرا هم به پلیس میگفت، به همه. تو نروژ مردم همسایه خیلی شاکی بودن از دستش، از روسیه فرار کرده بود نروژا، میگفتن که لخت تمرین میکنه تو خیابون با خیلی از افراد دیگه، اونا هم لخت تمرین میکنن. با خودش خیلی نظرهای نجات پرستانه نسبت به سیاها داشت و در جلوتر بهتون میگم داستان چی بود. اینجا مبارزه بوکسش رو دارین مشاهده میکنید، نگاه کنید چجوری ضربه میزنه، ول میده، اصلا دفاع نمیکنه، گارد بالا دفاع کنیم نداریم، فقط بزن. بعد ول بدهی میزد ها، داتسی که روان پریش، واقعا روان پریش و قدرت دستش زیاد بود، ناک اوت میتونست بکنه، بوکس کرده، ام ام ای کرده، کیک بوکسینگ، همه چی کار کرده. متولد 1980، دستو نگاه، ول میده از اون بالا، اوورهند و حریفو ناک اوت میکنه، دفاع نداره تو کارش، اصلا مغزش کار نمیکنه که ببین دفاع چیه، فقط بزن. باورتون نمیشه، توی سری از گروهای سیاسی هم رفته بوده، حالا براتون میگم. اینجا مبارزه بوکسی که دیدین، اینایی که بدون دستکشه، اما اینجا با دستکشش داره برگزار میشه، حالت خاصه که زیادم همچین لیگال نیست، چون دستکشش رو ناکنی شبیه دستکش بوکس نیست، شبیه دستکش ام ام ای، ولی حالت بوکس داره برگزار میشه. بعد جور ضربه میزد و حریفا رو ناک اوت میکرد. نگاه کنید مشتاشو، مشتاش محکم، ضربای محکم، و داورم که قد میکرد باز شروع میکرد ضربه زدن. امروز برنامه‌مون کامله، حالا دارم خیلی خلاصه رد میشم از توش، بهتون توضیح دارم میدم و ادامه کاملتر دونه دونه اینا رو میبینید که چجوری فایت میکنه، تو فایتاش چه کارهایی انجام میده. یه روانپریش به تمام معنا که درمانم نشده بود، این اواخر زندگیشه که داره تازه درمان میشه و به راه راست داره هدایت میشه، چون واقعیت، حالا اگه راه راست راسته باشه، نمیدونم این چپشه راستش، نگاه کنین هنوزم شبیه وبستر کیک میخواد بزنه، ولی به کی اومد بزنه؟
جرومی لی بنر که یکی از بهترین های دنیا واقعا هم ناکداونش کرد، یکی از بهترین های دنیا رو ناکداون کرد. مبارزه کامل اینم میذاریم براتون. تو بعضی از فیلم هم شرکت کرده به خاطر اینکه آدم معروفی شده واقعا از سر این وحشی بازی و دیوونه بازیش. و مسابقات بوکس مختلفش رو داریم مشاهده میکنید که بدون تکنیک حریفا رو ناکاوت میکنه. نیا کن آخه این فن دیگه، این فن بوکس نبود که، می مغزه نمیکشه. بادی پانچ میزنه به حریف و اینجا یه ذره میبینید سنش بالاتره، اینجا یه ذره میفهمه. برمیگردیم بعد از این به جوونیش که اصلا میبینید بابا این دیگه کی بوده که این خوبشه. مبارزه بوکسشه بدون گارد، گارد اصلا بالا نمیاد، فقط ضربه، فقط ضربه، گارد اصلا بالا نمیاد، تا حریفش هم کمی خودش نداره. اونم هم اینجوریه، نوع ورودش اصلا یه جوریه که با زنجیر میبندنش میاد تو. اینه خودش هم فاز روانی بودنش رو گرفته، زنجیرها رو پاره میکنه و لباس نارنجی میپوشه و میخواد وارد بشه. بوکسش هم بوکس خوبیه، خوب تا حالا انداخته خیلی ها رو، کار نمیکنه. اون قسمت ترسش هم کلا خرابه تو مغزش. این قدیمش رو داریم میبینیم، داور که تموم میکرد دوباره شروع میکرد زدن حریف، دوربینو میزد، اینجا زانو بود کله خودش زد، خوشحالی اومد خوشحالی کنه با زانو زد تو کله خودش. و یه فایتر عجیب غریبی بود، وقتی هم که رفت نروژ رفت که اونجا پناهنده بشه، از دست سیستم سیاسی خودشون رها بشه، چون عضو حزبی بود که مایه ننگ اون حزبه شده بود، مثل اینکه نتونسته بود اونجا، هم پرتش کردن بیرون از اون کشور. جلو جلوتر میبینی تمرین رو نگاه، قبل از اینکه وارد زمین بخواد بشه، آخه کی این کار رو میکنه با گردنش؟ خیلی عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه. فایتش رو نگاه کنید، فایت قدیماشه، اصلیتش مال این زمانه که همه شناختنش. قیافه هرسی اصلا بابا اینو هر کی میدید میفهمید مشکل داره، نمیدونم چرا اون از اون زمان درمانش نمیکردن. تو خیلی از مبارزاتش مو حریفا رو گرفته، تو خیلی از مبارزاتش گاز گرفته حریفاشو، تو خیلی از مبارزاتش ضربه به بیزه زده وحشتناک. این هم موقعی بود که وارد میشد، یه چیزی شنیده بود از موتای رقصایی داره. واقعا گویاست، یعنی از کنید یکی وارد میشه، داور جدا داره میکنه باز میزنه، ول نمیکنه، بله میکرد اصلا. همین با تنه درخت تو گل هی بیقاتی. حالا جلوتر میبینی با ما همراه باشید. داتسیک در سن پیترزبورگ زندگی میکنه، 1.85 متر قدرشه، 150 کیلوگرم وزنش. اینو نیا کنیم اومدن باش مصاحبه کنن، گفت داد زد، واقعا روانی، فقط داد با داد جواب میداد. بعد تمرین رو کنیم با آرنج تو دیوار، با کله، با کله تو دیوار، با کله تو ستون و تو دیوار. پلیسا میگرفتنش هر جای دنیا که میرفت، تو نروژ پلیس میگرفتش، تو روسیه میگرفتش. عرض کردم به خاطر اسلحه ها، کارهای خلافی که میکرد، اینجا با همین کلاه بوکسش هم گرفته بودن، خیابون لخت رفته بوده تمرین میکرده. و مبارزه هاشو نگاه کنید، نوع مبارزه کردنش رو اینجا با آندرولوفسکی، UFC فایتری که از بهترین فایترهای UFC بوده ها، ریش میذاشت اینجا قدیمشه، فایتش رو با هم مشاهده میکنید، نگاه کنید نوع فایت رو ببینید فقط به چه صورته. واقعا آندرولوفسکی داره رو اصول فایت میکنه، این مدل وحشی بازی حمله میکنه به آندرولوفسکی. قیافه رو ببینید، هرسی آندرولوفسکی لوکیک میزنه، یه دونم زانو به شکمش، موتاکلینش میخواد بکنه، ولی مشتایی که این میزنه بد جور مشت میزنه، موقعی هم که فکرشو نمیکنی مشت میزنه، یعنی اصول نداره دیگه، جنگ نامنظمه قشنگ. آقا آندرولوفسکی میارتش در خاک، اصول ام ام ای و قشنگ بلد، پارو میگیره که هیل هوکش کنه، میاره در خاک، هر چقدر فشار میده مثلا تب نمیکنه. واقعا این مبارزه عجیبی بود، یعنی یکی از داستانی که اتفاق افتاد، اینم اولین فایت زندگیش بود که عجیب شد، که خیلی معروف شد داتسیک، سر همین مبارزه بود با آندرولوفسکی، گذاشتن نابودش کنم. و در ادامه ببینید چی شد، باز با گارد پایین، ضربه های پیوپی که داره میخوره از آندرولوفسکی و
آندرلوسکی رو بلند میکنه میارتش در خاک. در خاک چند تا ضربه به آندرلوسکی میزنش که باورش نمیشد. بگه میشه یه فایتر به این خوبی آندرلوسکی اینجور داره ضربه میخوره از این دادستیک. میبینید دستش بالاست، قشنگ رو اصول داره فایت میکنه آندرلوسکی. ضربه‌های پیاپی ضربه هم داره میخوره. دادستیک باز این پشتکر هم اینجا میزنه به آندرلوسکی. صورتش نمیبینید، اینجا این مش میخوابونه تموم ناکاوت میکنه. هیچکی باورش نمیشه. باز گرفتنش، اگه نمیگرفتنش میرفت میزد باز. آندرلوسکی رو ناکاوت کرد. اینجا بود که ترکید. بوم! آندرلوسکی رو زده. یادم سایکو. یادم روان پریش آندرلوسکی رو زده. اصلا اصول فایت رعایت نمیکنه. اینه که میگم بعضی چیزا رو حساب کتاب نمیشه. ورودش شما نگاه کنید. این واقعیه، این طبیعیه. اون دوستمون این آخه اصلا این چیز عجیب غریبیه. کله هایی که میزد تو فایت. این مبارزش نکنه شروع میکنه با یه پشتک میشه. جفتشون شورتشون قرمزه ولی دادستیک اینه که کله داره میزنه. کله رو ببین، کله رو با کله وحشتناک. اون دوستمون هم مثل این کله خورش ملسه، هیچیش نمیشه. هرچی کله وسط صورتش میکنه ادامه میده. اینجا ببینید موهای حریفو گرفته. موها رو ببینید، داوری داره دستش میگه بابا دستو ورد. موها رو ببین، موها رو گرفته محکم. موهای حریفش داره میکشه. داور بهش توضیح میده آقا مو رو نکش، مو رو از پشت نگیر، بکش. فکر کنم میفهمه اینم داره اینجوری نکنه، اصلا اینجوریه داره به داور نگاه میکنه. مبارزه ادامه پیدا میکنه. گارد پایین، رقص. بعد از اینکه مو رو کشید کله زد، حالا رقص. یو باز کله. اصلا سبک جدید روان پریشی رو وارد کرده بود تو ام ام ای. این باز میرخصید یوهو حمله میکرد. این مدل فایت رو نگاه کن، اصلا عجیب غریب نیست براتون واقعا. رقص عجیب غریب. مشخصم از چه موقع میخواد بزنم، چون گولم نمیزنه، قشنگ معلومه چه موقع میخواد حمله کنه. ولی مدل فایتش عجیبه دیگه. یوهو تو مسیر میدوه، تو مسیر ضربه رو میزنه و محکم هم زد به سر و صورت تعریف دیگه. بیا نتونست ادامه بده، تمام شد. خوشحالی رو خوشحالی بعد مبارزه. عجب دادستیک. اینجا ببین زانو خودش تو سر خودش میزنه خوشحالی. نگوییم تو این الان میزنه بانگ. انرژی تخلیه نشده داره زیاد. مبارزه بعدیش رو نگاه کنید. میگه بیا یه های کیک میخواد بزنه، برای زیرگیری حریفش اقدام میکنه، میارتش در خاک. دادستیکو میخواد تراینگل بکنه، موفق نمیشه. نها کنه قیافه رو، قیافه مشخصه با این مشکل. راند دوم، هرس. کارهای عجیب غریب. واقعا یه آدمی بود که اگه چیزی دستش بود شاید فرو میکرد حریفش همون لحظه. مبارزه آغاز میشه. سرعت با شیرجه میزنه، زیرگیری اقدام میکنه. حریفش گردن گرفته. حریفش بهتر داره کار میکنه رو اصول. ولی گاز، اینجا گاز گرفت. اینجا داستان دوستمون رو گاز گرفت. کجاش دیگه خودتون ببینید. دا کنید دوستمون دیگه سر دوراهیمون دیگه. چره بعد جالبش اینه تو روسیه فقط این اتفاق میفته. مبارزه ادامه پیدا میکنه، طرف گاز میگیره اونجا ادامه پیدا میکنه مبارزه. بعد شروع میکنه ضربه زدن. چشم درد گرفت، وای چشم درد گرفت، ادامه بدم دوباره مبارزه رو. نگاه کن قشنگا خیابونه. نگاه کن داوره داره جداش میکنه. آقا نزن نزن، داور آورده زمین. بعد داوره ببین چه آماده ایه، محکم گردن فشار داره میده. انگار نگاه کن حیوان گرفته گردن رو محکم. بابا اینو چجوری اجازه بهش میدادن این فایت کنه؟ من نمیدونم. حریفش پیروز میشه و مبارزه رو میبره دیگه. تو روسیه دیگه همه جمعن دیگه ماشاءالله. مبارزه بعدیش استایل
موتای گرفته، رقصای موتای چیزی شنیده ها، نگاه کن. نیفتی. انگار رو بالا بلندی. همون پشت دارن میخندن سریا. ولی با همین کاراش معروف شد دیگه. خیلی‌ها با دیوونه بازی معروف میشن. برای زیرگیری اقدام میکنه. حریفو میاره در خاک. گردنشو گرفته، ببین حریفش گردن گرفته گیوتین. و گیوتین رو ول نمیکنه. ناکو ول نمیکنه. ناکو گردنشو ول نمیکنه حریفو. یعنی که چوک کرد، ببخشید گیوتین نبود. انقدر نگه داشت حریفو، حریف اصلا حالش بد شد. داشت خفه میشد، کاملا داشت خفه میشد. و ول نمیکرد. دیدین وقتی گرفته بود گردنو کلی آدم بودن جداش کنن. چون اگه ولش نمیکرد کامل میکشت حریفو. اینقدر این آدم سایکو عجیب غریبیه. اخلاق ورزشی صفر، که یه چیز زیر صفر. مبارزه بعدیش حریفو گرفته میاره در خاک، این سر و گردنو گرفته محکم میاره در خاک، گردن حریفو ناکنید محکم نگه داشته. باز دوباره اون پشتک عجیب غریبشو میزنه. خیلی عجیب میزنه پشتک رو، مشتایی که محکم بره میگه. دستکش هم فکر کنم ندارن بچه. حریفو بلند میکنه، پشت میکوبه زمین بدون دستکش. نگاه کن، مشت بدون دستکش. دستش کرد تو چش، دستش محکم کرد تو چش، دست راستش برام داور اومد جدا کرد دست. آخه بابا انگشت تو اینجا کرد تو چش حریف اینجوری. یکی که نه، روانی ترین دست اون یکی به عنوان پیروز بالا میره. با اینکه این داشت میزد، بیشتر باختاش اینجوری بوده دیگه. این یکی دوستمون فایتر خوبه رو اصول، قشنگ کیک باکسینگ کار. ببین باش چجوری فایت میکنه. قدش بلندتره، این داره هی زور میزنه ول بده، قشنگ دفاع میکنه. ببین دستش بالاست، لو کیک میزنه، داتسیک هر چی ضربه میخواد بزنه این دفاع میکنه. ببینید دفاع میکنه، کلینچش میکنه، دوباره مبارزه آغاز میشه. دفاع، ببین دستش چقدر قشنگ گارد دفاع رو میگیره. برای همین دست مهمه. در نهایت هم با همین استراتژی پیروز میشه، پرت میکنه اینم بیرون. یه میشه شاید بزنه به همه دیگه، کارهای عجیب غریبه شاید بکنه. عجیبه این فایده. او که چپ، او که راست. و باز کلینچ، اوورهند، دستا رو نگاه کن، پایین پایین. اونم ضربه نقطه‌ای زد بهش انداختش. این اصول فایت، اصول برنده همیشه بجز آندره اولوفسکی. عجیب بود اون آندره اولوفسکی باخت از این داتسیک. ولی اینجا ناکاوتش کردن، راحتم ناکاوتش کردن و قبول نمیکنه، میگه من نشدم. نمیدونه آدم که ناکاوت میشه، خودش که نمیفهمه، بقیه میفهمه. این همه برگزار کننده میگن شده، میگه نه من نشدم، من ناکاوت نشدم. قبول نمیکنه، به هیچ عنوان زیر بار نمیره. سایکو ترین رکوردش تو کیک باکسینگ 8 تا مبارزه است، 6 تا پیروزی، 4 تا رو ناکاوت کرده، 2 تا باخت داره، یکیش ناکاوت شده، اونم همینه. و خیلی هم دیسکوالیفای زیاد داشته. تو ام ام ای هم 15 تا مبارزه کرده، 6 تا برد داره، 9 تا باخت. باختاش هم بیشتر دیسکوالیفای، یعنی داشته برنده میشده ولی یه حرکتی کرده که باختن. این الانشه، این الانشه. تو سن 42 سالگی یه ذره خب آرومتره دیگه، این حالت اینجوری رو نداره، درمانش داره مثل اینکه صورت میگیره. ولی واقعا این آدم قراقاتیه، واقعا قراقاتی. حالا جلوتر باز یه سری دیگه از فایتاشو براتون میذاریم. خب اینجا جوونیه، جوونیشه، میخواد فایت بکنه. همون اول پشتکو میزنه، اصلا شگردش این پشتک هست که به صورت کاملا اشتباه وبسترکیکو میزنه، خابیده. ناکنین از بیرون رینگ آرنج میزنه به پشت سر. کتک هم میخوره ها، کتک شدید هم میخوره، ولی ول نمیکنه. این سر و صورتش خونی، میگه آم اوکی، که چون مغزه نمیفهمه، مغزه نمیتونه بهش بگه آقا تو در بود آقونی. تیکه پارمشه ادامه میده. ناکن استایل ببینی، مورتال کمبته. نگاه کن ناکن. بدون دستکش، وای 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 وای. عارفش هم خوب داره بهش فهم میزنم، میگه من باز اوکی ام، تیکه پاره شده، تیکه پاره شده. پزشکا هم فکر کنم تنها کاری که میکنن پاک میکنن فقط. قدیم قدیمش بود، عاشق بزن بزن و کتک کاری و درب و داغون کردن هم خودش هم بقیه. دوستان
روان پریشترین فایتر تاریخ رو داریم میبینیم. اینجا رقصاش یکم مثل که بهتر شده. مبارزه موتایش. ببینیم اینجا چی کار میکنه. باز دوباره آب کیکم اومد چند تا بزنه. با پاش کله حریف رو نگه داشته. ماشاءالله مربیش هم کمی از خودش نداره. کجا رو داشت خونه؟ مبارزه بعدیش حریفش نگاه کن میخواد بگیرتش، دستاشو انداخته اون پشت. دستاشو انداخته اون پشت، داره اینجوری هم میکنه به همه. این عادی نیست اصلا، این اصلا عادی نیست. وای 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 وای. میارنش در فول گارد. باز دوباره ناکو بیرون تناب میگیره. اصلا انگار نه انگار قوانینی داره، هیچی. خیلی جالبه که توی نروژ چندین بار با لباسای نازی دیدنش. لباسای نازی ها رو پوشیده بوده. علامت نازی هست، جزء نئونازیه نمیدونم چیه. خیلی طرفدار اون بوده. بعد نجات پرست هم هست، علنا گفته نجات پرست هم. یعنی علنا میگه برتری دارن سفید پوستا و این نظرات رو داره. این سایکو واقعا عجیب غریب. من عصبانی هم اصلا تو صورتش معلومه من الان عصبانی هم. این مبارزش هم که دیدین همون اول شیرجه زد، ولی تونست این خوب باش کار بکنه. این فایتره واقعا خوب تونست کار بکنه. یه تیکه هم دیدین که گاز گرفت دوستمون رو. بیچاره اصلا مگه میشه نگاه کن گاز بگیره و مبارزه ادامه پیدا کنه. یه نکته دیگه که داره، حالا چون تصویر تکراریه بهتون بگم، یه کار دیگه که میکرد تو روسیه با تیمای مختلف میرفتن به اصطلاح خانه هایی که مثلا فاحشه خانه بود، به اصطلاح حالا کار نداریم، میریخت اونجا سرخود آتیش به اختیار میگرفته همه رو. یه بارم تیمایی که مثلا لخت و برهنه هستن میرن توی خیابونا، اومده بوده همه رو گرفته بوده. اصلا یه کارهای عجیب غریبی. بعضی وقتا پلیس میگرفتش، بعضی وقتا با پلیس همکاری میکرد. اصلا یه چیز عجیب غریبیه این آدم. یعنی هر چقدر میخونی در موردش واقعا باز کم میاری که اصلا همچین چیزی مگه میشه. تمام تشخیص ها رو فکر کنم دو قطبی و اسکیزوفرنی و همه چی فکر کنم داشته. حالا دوستای روان پزشکمون باید تشخیص بدن. اینجا داره دوباره وارد میشه. رقصش نگاه کنید. شانس آورد مربیش بغلش نمود. اینا زانو رو خورده بود چون کلا رو سرتش نمیبینه هیچ چیز. اصلا رو سرش و صورتش هیچ چیزی نمیبینه. آقای داتسیک باز نگاهانی همون کله است. کله کله. حالا اینا که میبینید تکراری داره پخش میشه. یه توضیحات دیگه ای رو در موردش بهتون میدم. میریم جلوتر در مورد فایت های جدیدترش هم صحبت میکنیم و براتون میذاریم فایت های جدیدترش رو هم که ببینید. این کله زدنه در این مبارزه قانونی بوده. شما را کنید اصلا یکیشون دستکش داره یکیشون نداره دیگه. ببینید چه بیقانونی بوده اینجا. اما اینکه دیگه گاز بگیری و تو انگشت بکن تو چش و دماغ و دهن، دیگه تو هیچ دوره ای از مبارزات قانونی و رسمی نبوده واقعا. یوهو ضربه میزنه. داشتم براتون میگفتم. بعد خیلی جالبه که این آدم دوتا بچه داره، زن داره. البته زنش بکنم طلاق گرفته. واقعا زندگی کردن با این شخص بکنم سه تا پی اچ دی میخواد کلن. اما همین که به نظرم تونسته زنش ازدواج بکنه با اینو ادامه بده، خودش بالاخره خیلی کار بزرگی تونسته بکنه. این آقای داتسی که عجیب غریب و خیلی اعتقاد داره، عرض کردم بس این که سفید پوستا نژاد برترن. از سال 1999 تا 2006 این فایتاش رو ادامه میداده و یه لقبی هم داره به نام رد تارزان. نگاه بعد از پیروزی میزنه خودشو زمین به در و دیوار. غیر قابل پیشونی. مربی ها این چجوری باش کار کردن واقعا عجیب غریب. این فیلم هایی که افراد مختلف ساختن رو داریم براتون میذاریم. حالا بریم دوباره مبارزات جدید دیگرش رو ببینید.
این مبارزهش، مبارزه که با آندره اولوفسکی کرد اونجا رو میخوایم کاملش رو براتون بذاریم. تیکه تیکه بودم، این کاملشه، کاملش رو گزارش کنم براتون. و بعد با مبارزه بوکسش هم براتون هستیم و جرومی رو میبینیم در ادامه. برنامه رو طولانی کردیم به خاطر اینکه بعضی وقتا کپی رایت اذیتمون میکنه، برش میزنه، خیلی کوتاه میشه. حالا دوستان اگه دیدن قسمتایش تکراری دیگه ببخشن، ما خب نکته های جدیدتری رو وسطش میگیم. مبارزه آغاز میشه، آندره اولوفسکی چند تا ضربه رو میزنه، گردنش رو گرفته، ببینیم گیوتینو میتونه اجرا بکنه یا نه. داتسیک محکم داره بهش فشار میاره، بی‌محابا، بدون هیچ برنامه‌ای، فقط میخواد مشت بزنه، سر و گردن رو مال خودش کرده. آندره اولوفسکی ببینیم گیوتینو میتونه اجرا کنه یا نه. فشار زیادی داره به سر و گردن داتسیک وارد میکنه، داتسیک عین خیالش نیست، داره فقط زانو میزنه. زانو، ببینید زانوهای پیاپی به پای آندره اولوفسکی داره میزنه. کاملش رو داریم براتون گزارش میکنیم، اونجا تیکه تیکهش رو گذاشته بودیم، حالا کاملش. دوستانی که تا الان با ما همراه هستن، دستش هم گرفته اون پشت، نباید بگیره. آندره اولوفسکی هم اونجا داره خطا میکنه، میبینید حالا آزاد میشه، گردنو از آن خود کرد، اگه بتونه پاهاشو قلاب بکنه میتونه گیوتین رو اجرا بکنه. سر و گردنو محکم گرفته داتسیک، اصلا عین خیالش نیست، میگه دستش اون بالا گرفته ول نمیکنه. عرض کردم یه بار همین فنسا رو پاره کرده اومده بیرون، همین فنسا رو پاره کرده تو تیمارستان اومده بیرون. سر و گردن رو مال خود کرده، محکم داره فشار میره، این خیالش نیست، داتسیک باز داره ضربه میزنه، میخواد که اینجا گیوتین اجرا بکنه، باز موفق نمیشه. فقط نگاه کنید چند دقیقه از این گردنش رو محکم نگه داشته، سر و گردن رو بالا، باز دوباره میاد بالا که گیوتین رو اجرا بکنه. داتسیکی که هرسی هم شده، وحشتناک فشار رو داره تحمل میکنه. وای آندره اولوفسکی، میگم به آندره اولوفسکی میشنوینا، ببینین سابقاش تو یو اف سی کی بوده. این ریشم میذاش، قیافش هم شبیه جورج مایکل بود. حالا میخواد بپیچونه حریف و بیاره در خاک، موفق نمیشه. داتسیک قیافش هرسی، منو میزنی؟ یه لو کیک، یه دونه مید سیکشن کیک، ضربای پی پی از آندره اولوفسکی، یه دونه رایت هوک. داتسیک که اصلا دفاع نمی کنه، فقط میخواد با مشت سر و صورت حریفو بیاره پایین، که چپ و که راست به سبک خودش یه ضربه میزنه به شکمش. آندره اولوفسکی یه لوکیک نصف و نیمه، قیافه یه هرسی، و آندره اولوفسکی میاره تش در خاک، در خاک داره کنترلش میکنه، یه دستشو گرفته، قشنگ سواره بر داستان آندره اولوفسکی. از اول مبارزه هم سواره بر داستان بود واقعا. یا کنه یه دستشو گرفته، با اون یکی دست داره ضربه محکم میزنه به سر و صورت داتسیک، اونم داره با پا ضربه میزنه به صورت آندره اولوفسکی. اینجا هم داره ضربه چند تا میخوره، باز پا رو میگیره. اشتباهش به نظرم اینجا بود، آندره اولوفسکی نباید پا رو میگرفت میرفت تو فاز جوجیتسو، اونجا پوزیشن خوبی بود، میتونست بزنه کارشو تمام بکنه، ولی اومد اینجا سابمیشنش بکنه، که نمیدونه این آدم اصلا مرکز مغز اون قسمتی که دستور میده آقا درد داری ول کن نداره، یعنی یا باید ناکاوت شه کلا بیفته زمین، یا اصلا سابمیشن تب مب نمیکنه. نگاه کنین اصلا تب تو کارش نیست، اونم بد گرفته البته پارو. اینجا داری داره فشار زیادی میاره، فشار زیادی داره میاره، میبینه اصلا تب نمیکنه، این مغزه اصلا دستور نمیده آقا درد کجا بود. میاد عقبتر آندره اولوفسکی، سواره صورت پوزیشنی شد، چند تا ضربه میزنه به شکمش و راند به اتمام میرسه. شانس ها اونجا یه لقت نزد به پشت آندره اولوفسکی ها، چون میزنه واقعا اصلا کسی نمیتونه نگهش داره. میریم برای راند دوم، کاملش هم جالبه، میخواد بزنه به شکمش، موفق نمیشه. یه دونه رایت پانچ از اولوفسکی، یه دونه نیه محکم میزنه به سر داتسیک، محکم یه دونه مشت محکم دیگه هم به سر و صورت داتسیک میزنه. داتسیک با سر پایین مشت داره همینطوری میزنه، اصلا نگاه نمیکنه، برای زیرگیری میخواد اقدام بکنه، پای آندره اولوفسکی رو گرفته، سر و گردن رو مال خودش کرده. آندره اولوفسکی باز دوباره فشار داره میاره عین رانده اول،
ببینیم چه فنی میخواد اجرا کنه. هر چقدر گردن و فشار میده این مثلا مگه تپ میکنه؟ نه کنی دار داره میزنه قشنگ اونو. اسمش فن گیوتینه قشنگ، اینه گیوتین. انگار نه انگار نمیفهم از بلند میکنه توی قافل گیری. بعضی کاراش واقعا هوشمندان است. در یه قافل گیری آندری اولوفسکی رو میاره در خاک و شروع میکنه ضربه زدن. حالا هرچی هرس داره داره خالی میکنه. داور بهش میگه پشت کله نزن، چون واقعا باید یه نفر وایسه فقط به این قوانین رو بگه. باز میگه بزن پشت کله، میگه آقا پشت کله نزن. داور اومد تذکر رو بده، اینا شروع کردن دوباره مبارزه. تذکر داره شونه آقا نزن پشت سر نزن اینا. این تذکر اختارم بهش داد، یه پوینت منفی هم داد. اصلا اون فکر اون میفهم اصلا حالش نیست، میگه اوکی ادامه. خسته کرده آندره آلوفسکی رو، یه لوکیک دست پایین لاتی، یه دونه میت سیکشن کیک از آلوفسکی، او که چپ او که راست، کله رو میاره پایین، فقط مشت میخواد بزنه. موفق هم میشه. صحنه های جالبی رو هم میبینیم الان. دوباره یه پشتک. مدل مبارزه رو داریم، فقط سبک مبارزه رو. بیچاره آندر آلوفسکی رو هم بعد استایل کرد کلن، یه استایلی داشت برای خودش. مبارزه ادامه پیدا میکنه، جفتشون خستن. اینجا مشتو میزنه، وای 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 وای، مشتو میزنه و تموم میکنه کار آندر اولوفسکی رو. اینم کامل اون مبارزه‌ای که قسمتایشو گذاشتیم. اصلا به نظرم مسیر زندگی آندر اولوفسکی از اینجا عوض شد، بعدش اصلا یه آدم دیگه شد. اینم داتسی که کلن توی این مبارزه کتک خورد و زد در قافه گیری. یه مشت دیگه بخوره تو فک تمومه، یه دونه. یه سری کامنت گذاشته بودن آقا مگه میشه یه نفر با یه مشت تو فک بیفته؟ همه اینا هماهنگ شده است. شما فرض کن با این یارو بخوای هماهنگ کنی، با این مخ هماهنگ کنی که چه موقع بزنه؟ اصلا هماهنگی نمیدونه چیه. بوم، تمام تمام. فکرشو نمیکرد. داورم به زور آوردش اینور، چون میدونه اون خطرناکه واقعا. ولش کنیم. آندر اولوفسکی رو زد، آندر اولوفسکی رو ناکاوت کرد تو اولی مبارزش که به صورت رسمی داشت برگزار میشد در MMA. پیروز مبارزه شد، ایزی راحت. That's sick. میگن یه آدمی حتی فایتر خوب باشه، مخ نداشته باشه، به هیچ جا نمیرسه. اینه، به هیچ جا نرسید. خیلی ها تو دنیا نمیشناسن چی، پول درست حسابی هم در نیاورد. میتونست شاید فایتر خوبی باشه، باش مصاحبه که میکنن یا معمولا داد میزد، عربده میزد یا حرف دیگه، بالاخره اینجا داره حرف میزنه دیگه. ولی تو بیشتر مصاحبه هاش یهو داد میزد جواب داره. آندر اولوفسکی واقعا هنوز با نشده. هرچی سوال ازش برسن نکن واقعا جوابه. با کی اومدن مصاحبه کنن؟ چه پروفسوری هم پیدا کردن تو مصاحبه؟ تازه آندر اولوفسکی به زندگی بر میگرده. خب میریم با هم مبارزه بعدیش رو هم ببینیم، این مبارزه کاملش با آندر اولوفسکی بودشیم، چون واقعا عجیب بود. به قهرمان MMA، حالا یه قهرمان MMA دیگه، کسی که آلیستار اووریم رو هم شکست داده، کسی که فدور امیلیاننکو هم شکست داده، فدور و بیگ فوت سیلوا در مقابل داتسیک برای مبارزه بوکس. ببینیم چه اتفاقی میفته. واقعا من اینو کف کردم دیگه. جب نشون میده بیگ فوت سیلوا یکی از فایترهای خوب اهل برزیل، برزیلین جوجیتسوش خیلی خوبه. اینجا البته مبارزه بوکسه، ولی دستای گنده‌ای داره، پاهای گنده‌ای داره، اصلا نیکنیمش معلومه دیگه، بیگ فوت. افراد بزرگی رو در دنیا شکست داد. عرض کردم فدور امیلیاننکو رو شکست داد در خاک، انقدر وحشتناک بهش گراند اند پاند میزد که باورتون نمیشه چجوری. ما گذاشتیم فیلمش رو در باخت‌های فدور، اسم اون برنامه‌مون، حتما برید ببینید. و اینجا حالا مبارزه داره میکنه با داتسیک. مبارزه جدیده، نگاه کنید. ذره
مغزه به کار افتاده، درمان شده. ببین درمان چقدر مهمه. دست اومده بالا، ببین دست اومده بالا، یه موقع میاد عقب. ببین گاردش اصلا اینجوری نمیگرفت گارد، الان گارد قشنگ داره. یه بادی پانچ، رو به جلو هم داره کار میکنه. بیت فوک هم بیت فوک هم اومد ضربه بزنه، موفق نشد. یه دست پایین یه دست بالا، باز مشتبه این امضاشه، بوم میخوابونه. اوورهندای وحشتناک، ولایی که میده بالاخره تو خونشه دیگه. ریشت اصلا ریشت اینجوری دعوای خیابونی و بدون تکنیک ضربه زدن واقعا حرفه. این داتسیک داره میبره گوشه رینگ، باز دوباره یه مشت محکم میخوابونه به کله بیگ فوت. بیگفوت یه جب میخواد بزنه، موفق نمیشه. داتسیک داره نزدیک میشه، یه بادی پانچ هست بیگفوت سیلوا، یه جب پانچ دیگه هست داتسیک داره ترسش میریزه. داتسیک یه جب پانچ دیگه هم داره نشون میده، یه جب پانچ، یه اوورهند. اوورهند های سنگینه ها، وحشتناک اوورهند میزنه. دوستان میشناسین بیگفوت سیلوا رو؟ قطعا میشناسین همه تون. در UFC خوب فایت میکرد. یه اوورهند دیگه باز میخوره، گیج شد. ببین پاش داره داره حرف میزنه، اینا فهمید. اومد جلو شروع کرد ضربات زدن، ضربات پای به شکم به صورت. نگاه کنید پشتم هوک چپ هوک راست، سر و صورت بیگ فوت سیلوا داره میاد پایین. 5 ثانیه، 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه و تمام رانده اول. اوه در آخر رانده اولم ناک داونش کرد بیگ فوت سیلوا. بنده خدا اصلا تو این دنیا نیست. اینم برادر فدور، الکساندر امیلیاننکو هم اون گوشه نشسته و داره فایت این پروفسور رو میبینه. بیگ فوت سیلوا بنده خدا بد جور زد بهش، یه بادی پوینت بوم زد به سرش، چند تا ضربه وحشتناک. آخر مبارزه هم ناک داونش کرد. اوورهند، اوورهندای وحشیانه میزنه به سبک روی نلسون، استایلش اینه روی نلسونه. جب جب و بعد بوم میخوابونه تو کلا. واقعا ببینید درمان شدن چقدر خوبه وقتی کسی قرصاشو بخوره، وقتی روانیه. منظور روانی وقت چیز بد نگم، شخص مثل ایشون رو دارم میگم که این همه جرم و کارهای عجیب غریبم کرده، ولی وقتی درمان میشه باز بهتر میشه، یعنی یه ذره بهتر شد نسبت به قبلش. این داریم رانده یک و صحنه‌اشو با هم میبینیم، حالا میریم برای رانده دو. بریم ببینیم رانده دو چه اتفاقی میفته. این الکساندر امیلیاننکو هم که پادکست داریم میگه بریم تو فایت دی آقا. بریم 3 دقیقه بعدی شروع شد. چه ضربه هایی میزن، بادی پانچ. بیگ فوت سیلوا فرار داره میکنه، باز دوباره یه اوورهند محکم میخوره به سر بیگ فوت سیلوا. پشتم داره ضربه میزنه به سر و صورت بیگ فوت سیلوا. وای وای وای، هر چی ضربه میزنه داره میخوره محکم. یه دونه دیگه اوورهند، باز بادی پانچ محکم. بیگ فوت سیلوا رو ناکنین توی دنیا دیگه است. فکر کنم توی دنیای دیگه است، داره دفاع میکنه. چند تا ضربه رو دفاع کرد، ما دیدیم همیشه تو این خوردناش یهو برمیگره ضربه میزنه، ولی بد جور داره ضربه اینجا میخوره. نگاه کنید کله داره کمونه میکنه. اوه ضربات پایپی، هوک چپ هوک راست محکم، آپرکات هایی که نمیخوره. و اینجا باز اوورهند ناجور، اصلا یه جا دیگه است. بعد تموم کنن. نگاه کن بیگ فوت سیلوا همونجا موند. نگاه کن یه جا دیگه است، اصلا مخه یه جا دیگه است، تازه داره برمیگرده به این دنیا. اوخ بد جور زد. این همه سال قهرمانی رو توی یه شب نابود کرد. تموم میکنه کار بیگ فوت سیلوا رو و ناکاوتش میکنه داتسیک. ببینید صحنه رو با هم، اوورهند برق از سفاز بیگ فوت سیلوا فریدن. خیلی هم میگن که فایتر نبود، گفتم برید ببینید فایتش. آقا بیگ فوت سیلوا ببینید کی بوده، عجیب. باورم نمیشه همچین جوری داتسیک که تا الان داشتیم تعریف میکردیم اینجوری ضربه بزنه. بوکسش خیلی ضعیف بود بیگ فوت سیلوا. گوشه رینگ
اون صحنه رو نشون بده که پشت هم داشت میزد، سر و صورت رو بد جور آورده بود پایین، هرچی هم ضربه میزد میخورد نقطه ای. نگاه کنه اینجا اینجا اینجا، وای 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 وای، واسه یه جا دیگه است. خوب شد داور تموم کرد. بعضیا نمیافتن دیگه، مغزه اصلا نمیافته دیگه، در درب و داغون میشه. و پیروز مبارزه داتسیک از روسیه، با ما همراه باشید. مبارزه بعدیش رو هم میخواییم براتون بذاریم با جرومی روی بنر، یکی از بهترین فایترهای کیوان، و پیروز میشه. ببین هنوز اون رگ و ریشه قاطی بودنشو داره ها، نه میاد آشتی. آها بالاخره یه چیزی گفت، یه سلام علیکی با هم کردن، یه دستم داد بالاخره. و اینجا الکساندر امیلیاننکو هم میاد باش، مثل اینکه یه عکس بگیره. نگاه کنین هنوز این رگ و ریشه قدیمش هست. قیافه رو ببین، الکساندر امیلیاننکو میگه ما با کی اومدیم حالا بستنی بخوریم. بهتر شده اما تو این فیلمی که داریم میبینیم یکم بهتره. اینا هم داره شاخ میذاره پشت اون، اینا همشون قاطی کردن مثل اینکه پا به سن یه جور دیگه شدن کلا. اینم از الکساندر امیلیاننکو، برادر فدور امیلیاننکو که کلی برنامه‌اش تو کانال گذاشتیم، خیلی هم طرفدار تو دنیا داره. اینم مبارزش که بیگ فوت سیلوا رو شکست. بریم مبارزه بعدیش، داتسیک در مقابل جرومی لی بنر از کشور فرانسه، یکی از بهترین فایترهای فرانسه، یکی از بهترین کیک باکسرهای تاریخ، کسی که الانم با اینکه سنش بالاست ولی فایتر خوبی، همچنان تمرین میکنه، همچنان بدن خوبی داره. داتسیکو نگاه کنی 150 کیلوگرم و 38 ساله، 186 سانتی متر قدش، از روسیه. رانده اول اینم جرومی لی بنر، فایتر بسیار عالی، کیک باکسر خیلی خوب. نگاه کنید هنوز بدن داره ماشاءالله، سن بالایی که هست هنوز بدن داره. حالا قد و وزنش هم الان میگه با هم مشاهده میکنیم. با آدم های اسم و رسم داری هم داره فایت میکنه. 46 ساله، 190 سانتیمتر قد، 119 کیلو، از فرانسه. 112 تا مبارزه اونجا رکوردش نشون داد. واقعا فایتر با تجربه بی نظیریه. روبرو هم دیگه قرار گرفتن، فقط استایلا رو نگاه کنید. اینجا دیگه میفهمه سر رو تکون میده. میبینید قدیم اصلا اینجوری نبود، فقط اینجوری نگاه میکرد. خب تقابل 38 ساله در مقابل 46 ساله، 46 سالشه جرومی. راند اول جابو کامل داشت. عجب. خب مبارزه آغاز میشه. همو اول طوفانی چند تا ضربه رو اومد بزنه داتسیک، موفق نشد. اوه مبارزه کیک باکسینگه، در مقابل کیم قرار گرفت ولی همون اول زد انداختش. البته تعادلش از دست داد، ناک درونی نبود، مشتای وحشتناکش اومد باز دوباره پرت بکنه در مقابل جرومی. واقعا جرومی رو بردن دیگه کار هر کسی نیست. یه لوکیک از جرومی، یه اوورهند از داتسیک. این چه اتفاقی میفته در این مبارزه؟ یه لوکیک دیگه، داتسیک هم در برگشت چند تا ضربه اومد بزنه، جرومی قشنگ داره بهش لوکیک میزنه که ستون رو خراب کنه. ببین باز دوباره نشون داد که لوکیک میخواد بزنه اما زد به شکمش، میت سکشن کیک. داره نزدیک جرومی میشه، اصولا اوورهندهای وحشتناکی میزنه. نگاه کنید چپ و راست اوورهند میزنه، یو پرت میکنه جرومی رو به عقب میره. باز لوکیکو نشون میده، خیلی با تجربت جرومی، ولی واقعا با این مبارزه کردن خیلی سخته. یا آپرکات، باز هوک چپ هوک راست،
اوورندای پرتابی وحشتناک، یه دونش بخوابه به صورت میندازه، ببین قشنگ جا خالی میده. جرومی یه لوکی که محکم و باز جرومی میزنه به پاش، کلی عکس و فیلم این داتسیک داره که تو زندان تمرین میکرده، تو زندان دعوا میکرده، تو زندان سر و صورتش کبود بوده، واقعا آدمه عجیب غریبی بوده. یه اوورهند دیگه میخواد بزنه که بالای سر جرومی رد میشه. یک دقیقه تا پایان رانده اول، باز اوورهند بالا سر جرومی رد میشه، چند تا مش رو میزنه. جرومی روی بنر در مقابله داتسیک، داتسیک میارتش در گوشه رینگ، مبارزه ادامه پیدا میکنه. یعنی میتونه یه دونه از این مشتاش بخوابونه به صورت جرومی و جرومی رو بندازه. با تجربه است جرومی، این همه سال کیوان مبارزه کرده، داره باز لوکیک میزنه به پاش. باز میخواد حمله کنه، یه مید سیکشن کیک، اوکه چپ اوکه راست، یوورهند از جرومی. جرومی خطرناکه، نباید زیاد نزدیک این، زیاد نزدیکش بشیم یهو میگه زانو ممنوعه، داور بهش گفت مثل اینکه زانو زدن ممنوعه، نباید بزنه. یه های کیک، باز این حرکت امضای خودش بعد از این همه سال تو ثانیه آخر میکنه. یه پشتک میزنه و راند اول به اتمام میرسه. قهرمان کیوان هم نتونست راند اول اینو بندازه، ببینیم راند دوم میتونه این کارو بکنه یا نه. یه نکته هم که یادم رفت بهتون بگم این که از نروژ دیپورتش کردن، میخواست اونجا پناهنده بشه، انقدر اسلحه پیدا کردن و کارت پیدا کردن، کارت ورود مال پلیس و از تو پلیس دزدیده بوده، خیلی حرف، از پلیس دزدیده بوده. یه شرارت به معنای واقعی داشته دیگه، بعد از این همه سال متوجه شده آقا نباید دیگه این کارا رو بکنیم، سر به راه شده دیگه، تشینه بچه ها، ریلکس اندهی کنین آقا، ریلکس دعوایی چیم، مبارزه ریلکس، به هیچ جا نرسید. من فکر نمی کنم بیشتر دوستان کسی اصلا میشناختش الان قبل از این که این برنامه رو ما بخوایم بسازیم، ایرانی ها فارسی زبان ها. بعضی میگن یعنی چی فارسی زبانان، ما که مثلا فلان جایی هستیم، کسانی که فارسی متوجه میشوند و زبانهای دیگر رو هم دارن، که به همه احترام میذاریم. میریم برای راند دوم. یه اوورهند دیگه از داتسیک و جرومی که گیر داده به لوکیک، گاردش هم ساپاه، میبینی گاردش با دست چپ ضربه میزنه و پای چپ جرومی. بازی مشت خوبون به صورت جرومی، اوه اوه اوه، در برگشت یه اوورهند دیگه، خطرناکه واقعا این داتسیکه، باز زد و ناکداون کرد جرومی رو ناکداون کرد با یه ضربه هو، جرومی رو ناکداون کرد، جرومی اصلا خندش گرفته. اینم طرفدارای داتسیک خوشحال. یه میتونم ادامه بدم. 7 عجب ناکدانی کرد. مبارزه ادامه پیدا میکنه، ببینیم چه اتفاق میفته. جرومی داره چند تا ضربه رو میزنه، این با رو به جلو داره کار میکنه، باز اوورهند از داتسیک، اگه بتونه ناکاوت بکنه خیلی بد میشه برای کل داستان کیوان و کیک باکسینگ و همه چی دیگه، واقعا دنیا دیگه عوض میشه. باز یوک چپ یوک راست، یه نیه دیگه میزنه جرومی که نمیخوره، یه لوکیک دیگه، باز دوباره اوورهند داره میزنه داتسیک و لوکیک هایی که جرومی داره میزنه، یه اوورهند دیگه وحشتناک اومد بزنه که نتونست. عجب مبارزه شو جرومی، رو به جلو جرومی رو خسته کرده، دوتا مشت به شکم جرومی، این چه فنیه، دوباره نزدیک بود بره تو فاز قدیمش. یا آپرکات، همون اول جرومی میزنه یا آپرکات دیگه، نقطه ای زد به کلش،
در برگشت باز دوباره اوورهند زد داد سیک یه اوورهند دیگه این اوورهنداش بخوره میندازه کله جرامی رو آورد پایین با دستش یه آپرکات دیگه داور کلینچ رو جدا میکنه میگه پشت کله نزن ضربه و کله رو نگیر بیار پایین یه هوک راست از جرامی یه آپرکات خسته شدن جفتشون هوک راست از داتسیک این دو ضربه رو زد فکرم ناکداون شد یه لحظه کلش اومد پایین یه ضربه با پای دیگه اینجا هول داد پرتش کرد جرامی رو زمین 30 ثانیه تا پایینه راند دوم فرصت یا آپرکات از جرامی یه دونه دیگه اوورهند از جرامی یه دونه مید سکشن کیک و بله با مید سکشن کیک ناکداون میکنه ضربه محکم زد به شکم داتسیک و شکمش درد گرفت داتسیک داره میشماره ببینیم میتونه بلند بشه یا نه میگه خوبم ولی بلند نمیشه تا ده بشماره تمومه میگم بلند شو بلند شو و بلند نمیشه و جلومی لی بانر پیروز این مبارزه میشه دوستان خیلی عجیب غریب بود سرگذشت این داتسیک واقعا یه آدم روانی به تمام معنا بود در فایتاش و حتی فایتایی که میکرد همین چند سال پیش یه فایت کرد با دو نفر دو نفر بیان تونین دو تا جوون ها مثلا بچه 18-19 ساله بد جورم زدشون هم فایترهای زیاد جالبی نبودن ولی خب اینجا از جرومی باخت این مبارزات دیگه جنبه نمایشی داره دیگه یه جورایی واسه خودکش مرسی هم از این که ما رو دنبال کردین دوستان تا این لحظه اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفا ما رو لایک بکنید یکم طولانیش کردیم برنامه رو درخواست کرده بودیم برنامه طولانی بشه مرسی از این که با ما همراه بودین ما مستند فایترها رو داریم که خیلی برنامه های جالبیه حتما اونا رو ببینید فایت های جدی داریم فایت های شوخی داریم اینم از داتسیک نظرتون چی بود؟ نظرتون رو بنویسید و ما رو هم لایک کنید مرسی از این که با ما همراه بودید خدا نگهدار به سبک داتسیک